تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انطقنی بالهدى و الهمل التقوى. سر سفره قرآن هستیم، به فضل الهی از اول قرآن تلاوت شد، ما هم یه نگاهی به تفسیرش داشتیم، خیلی تفسیر روون، ساده، فشرده، قطعی. به جز آخر سوره نبأ رسیدیم و الانم 5-6 دقیقه آخر سوره نبأ هستیم، یعنی چند تا آیه آخر سوره نبأ، آیه 36 تا آخر. بشنوید آیه 38 تا آخر بشنوید. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. روز قیامت روزی است که نه فقط جن و انس محشور میشن، فرشته هم حاضر دارن. یوم یقوم الروح والملائکه، روح روایت داریم فرشته است بالاتر از جبرئیل و میکائیل. روز قیامت روزی است که تنزل الملائکه و روح در سوره ان انزلنا هم داریم. یوم یقوم الروح، اون فرشته اعظم به پا میخیزه، والملائکه همه فرشته ها به پا میخیزن صفا با یه نظم. روز قیامت فقط روز محشور شدن انسان ها و جن نیست، فرشته ها هم با فرشته اعظم اونها همه به صف هستن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی از پیش خودش نمیتونه حرف بزنه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، حکومت دست خداست، هیچ کس حرف حق زدن نداره مگه که خدا اذن بده. وقتم ازداد و قال سبابا، بعد از ازدن حرف خوب میزنه، یعنی چرت و پرت و جوکوی حرفا نیست، حرف حسابی، اونم با اذن خدا. ذالک الیوم الحق، این روز روز حقه، هم روز حقه هم میزان حقه، والوزن یوم اذن الحق، هم برخورد خدا با ما حقه، یعنی افراط و تفریط نیست. عطا ان حسابا جزا ان وفاقا، یعنی اگر کیفر میده کیفر مطابق با عمل جرمه، اگر عطا میکنه عطای او حساب شده است. ذالک الیوم الحق، هم روز حق است هم برخورد با نیکوکار و بدکار حق. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، پس هر کس میخواد، هر کی میخواد این چه، یعنی انسان آزاده، میتونه راه حق قبول کنه، میتونه راه باطل قبول کنه. فمن شاء، هر کی میخواد اختیار داره، هر کی میخواد اتخذ الی ربه مآبا، هر کی بخواد راه بازگشتی به سوی پروردگارش انتخاب کنه. تا دنیا هستید وقت دارید، اونجا دیگه لحظه مرگ، هرچی بگید رب برجعونی، خدای برم گردون، فایده نداره. قیامت بگه عین المفر، ربنا اخرجنا منها، خدای من از جهنم خارج کن. فان عدنا فانا ظالمون، اگر این سفر بر کردیم ظالم هستیم، لحظه مرگ دیگه فایده نداره، قیامت دیگه فایده نداره. اینجا هست که میتونید توبه کنید، میتونید راه خدا رو انتخاب کنید. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، هر که میخواد راه خدا رو انتخاب کنه. فکرم نکنید راه خدا رو انتخاب کنید بدبخت میشید، بسیاری راه خدا رفتن زندگی دنیاشون هم خوب شد، بسیاری راه خلاف رفتن، هم از دنیا موندن، هم از آخرت موندن، هم دنیا به دنیا نرسیدن. خب آیه آخر بشنوید. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم، ما به شما هشدار دادیم، شما را از غفلت بیرون آوردیم، اتمام حجت کردیم. دیگه نگید لولا ارسلت الینا رسولا ما انذرا، سر پیغمبر نیومد به ما هشدار بده. انا انذرناکم عذابا قریبا، فکر نکنید قیامت دوره. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، جهنم قیامت نزدیکه.
یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، انسان به کاری که کرده نگاه میکنه، یعنی و وجد ما عملو حاضر، عملش در مقابلش حاضره. بار عملش صحبت بکنم، یه ای کاش بین من و تو بعد المشرقین بود. ینظر المرء یعنی انسان عملش رو میبینه، ما قدمت یدا هر کاری بکنه رو قیامت جلو چشمته. و یقول الکافر، کافر میگه عجب باختم باختم، یا لیتنه کنت و طلاب، کاش خاک بودم. این میگن خاک بر سر من، یعنی واقعا خاک بر سر افرادی ترجیح بده، چون خاک رو یه دونش میده یه خوشه میده، تو کله ایشون صد تا دلیل فرو میکنه یکیش بر نمیگرد. این خاک بر این سر ترجیح داره، میگن خاک بر سر، خاک یه دونش میدی یه خوشه میده، این صد تا دلیل برش میداری هیچ قبول نمیکنه. خاک آب زباله میده توش آبو تصفیه میکنه، از بغلش آب زلال میاد بیرون. این حرف حقش هم میزنی حرف حق و باطلش میکنه. انسان های هستن بهش خدمت میکنی لجبازی میکنه، او تو بهش خدمت میکنه او به تو جنایت میکنه، مال دستش میدی خیانت میکنه، راهنماییش میکنی برعکس جواب میده. یا لیتنی کنت تراب، ای کاش. سرنوشت انسان دست خود انسانه. ینظر ما قدمت یدا، قدمت یدا یعنی با دست خودت انجام دادی، کسی کارا نکرده، خودت انجام دادی. به هر حال انا انذرناکم، ما شما رو هشدار دادیم، بشارت هم دادیم اما هشدار هم دادیم. برای غافل هشدار اثرش بیشتره. عذاباً غریبا، فکر نکنید قیامت دوره، نفس گرفته بشه قیامت شما شروع میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، عمل شما مجسم بشه، کارتو میبینی، این کارا رو با دست خودت انجام دادی، قدمت یدا، حسرت میخوری، میگی کاش خاک بودم، ولی دیگه چه سود. سوره نبأ تمام. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را از غافلین در دنیا، در قنوت نمازمون هم خوب ادعا رو بکنیم، ربنا لا تجعلنا من الغافلین فی الدنیا، در دنیا غافل نباشم، ولا من الخاسرین فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخره هم زیان نکنم، ولا من اهل الحسره یوم الحسره، روزی هم که همه حسرت بخورن من حسرت نخورم. بگیم آخ من چه آب صورتم رختم و قصد وضو میکردم، من که شیزه رفتم ها قصد قصد جمعه میکردم، من که پول دادم به فقیر برای سلامتی همه میدارم سر به سلامت خوده، من که غذا میخوردم میگفتم بفرمام، گفتم بسم الله، من که گوشواره برای دخترم خریدم میگفتم اگر نماز دو خوندی، برای نمازش گوشواره میخوردم، من که میخواستم بخندونم خنده های حکیمانه، چرا یا استانی رو مسخره کردم، چرا اسمس رو طنز درست کردم، چرا با دلغک، من که میخواستم کامیاب بشم از راه حلال چرا حرام خوری کردم. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما رو از غافلین در دنیا و از خاسرین و زیانکاران در دنیا و آخرت و از غمخورده ها و اهل حسرت در روز حسرت قرار نده. خب سوره نبأ تمام، بریم سوره نازعات. و السلام علیکم و رحمت الله.